این گل فروشی که امروز اومدیم خیلی بزرگه، خیلی خیلی بزرگه. این ورودیشو بهتون نشون بدم. این درخت خیلی خوشگل داره که قیمتش 7000 لیره. اینجا قشنگه. من همیشه عاشق اینم که خونه که رسیدیم وقتی گل میخریم بشینم خودم گلدوناشو عوض کنم. نمیدونم شما هم این حس رو دارید یا نه، ولی اون حس دست زدن به خاک به نظرم خیلی حال آدم رو خوب میکنه. این پروسه رو خیلی دوست دارم، کلن این عوض کردن گلدونا و خاک ریختن واسه شون و یه جورایی ادای دین به گلدونیه که انگار آوردیش مثلا توی خونه، که حس اینو بهش بدی که خوش اومدی به خونه، من قرار ازت مراقبت کنم. بچه ها، من امشب میخوام کوکو درست کنم و کوکو سبزی، و کوکوام هم همیشه بد میشن. من اصلا هیچ وقت کوکوام راضی نیستم، تنها غذاییه که توش واقعا هیچ توانایی ندارم. بعد این دفعه میخوام بذارمش توی فر، ببینیم چی میشه. نگرانی هم ندارم چون که مشتبه کلن کوکو دوست نداره. این غذا فقط غذای خودمه، مشتبه قرار نیست بخوره، به خاطر هرچی باشه خودم میخورم. مشتبه میخواد واسه خودش پاستا درست کنه، واسه خودش بیرون و آماده است خلاصه. حالا بریم اول پیازش رو خرد کنم و یک کمی با زردچوبه و اینا تفت بدم. خب اول بریم سراغ پیازچه های زیبا. بچه ها الان داشتم توی اینستاگرام یه استوری میدیدم که یه نفری که توی پیجش مثلا زندگیشو نشون میده و اینا، لایف استایل بلاگر، و دوتا گربه داره. بعد مثل خودمه، خراجه به خودم ولی حرف نمیزنم. بعد یه نفر بهش پیام داده بود که من از فوبیا میترسم، میشه واسه گربه هات یه صفحه دیگه بزنی، مثلا فلان آدم رفته این کار کرده واسه حیوان خونگیش یه صفحه دیگه زده، مثلا ببین چقدر با فرهنگ اون یکی که به ترس من احترام گذاشته و اینا. بعد خیلی یه لحظه اصلا عصبانی شدم، نمیدونم انقدر که هیستوری داره، واقعا انقدر که تاریخ داره اینجور عصبانیت ها تو ماها، خیلی بدم میاد وقتی که میبینم که مثلا یکی به اون یکی دستور میده که چی بذار توی صفحه چی نذار. یا به خاطر من اصلا این واژه احترام، به خاطر احترام به من، این واژه احترام واقعا به فنا رفته توی فرهنگ ما، خیلی سیاسی شده این واژه، یعنی قشنگ ازش استفاده ابزاری شده به نظر من، که به اسم احترام به دیگران ما کلن جلوی زندگی کردن خودمونو بگیریم، اونجوری که میخواییم زندگی نکنیم، چون به یه نفری بی احترامی میشه. چون واقعا اگه بخوای در نظر بگیری تو هر جوری زندگی کنی ممکنه که یه نفری خوشش نیاد، و اصلا نمیشه یه جوری زندگی کرد که همه خوششون بیاد، و اصلا خب هدف زندگی همین نیست. خلاصه خیلی عصبانی شده بودم یه لحظه که چرا آدم ها اینا رو میگن. از قضا حالا اون کسی که اینو بهش گفته بودن خیلی کوکوهای خوشمزه ای درست میکنه، بهش پیام دادم اونجا گفتم که تو خیلی خفن کوکو درست میکنی، من واقعا اذیت میشم میبینم.
خلاصه که میشه واسه کوکوات یه صفحه جداگونه بزنی برای احترام به من، دیگه کوکو درست نکنی. چوبی برداشتی؟ نمیدونم چوبی برندم. بچه همونطور که بهتون گفتم مشتاقم با درخواش پاستا درست کنه و من هم کوکو سبزی که مشتاق عاشقشه. چرا هم بر کوکو بدت میاد؟ خاطرات خوشی باش نمیدونم یعنی کوکو خوش نمیدونست. چه خاطرات یادم با کوکو میتونه داشته باشه که بد باشه؟ نه یادم نمیدونم. خاطرات بدم یادم نمیدونم. تنبیهت میکردن کوکو بهت میدادم. تو زندان که بودم کوکو، تو زندان که بودی کوکو میخوردی. ولی چرالی مثلا شب مثلا دلت میگیره یه ذره بعد از ساعت 8-9 داره راجع به اون خونه صحبت میکنه، خونه که توی قسمت قبلی بهتون نشون دادم. گفتم که دلمونو برد، ولی خب تصمیم گرفتیم که نگیریمش دیگه. من یادم رو با اینجا نگاه کنم، اینجا نگاه میکنم، چون که دیدیم که منطقی نیست. حالا داریم یه محل دیگر میگردیم. آه یه سه جاده براتون تعریف کنم. امروز که یه املاک جدید باهاش آشنا شدیم، یه املاک جدیده، یه املاک خیلی بزرگه. بعد از این ناز و اداها داره که مثلا یه فرم میده قبلش پر کنی و اینا. بعد تو فرم مثلا سوال پرسیده که مثلا 5 تا ویژگی خونه ایدئالت چیه، خونه‌ای که می‌خوای توش بشینی و این جور چیزا. بعد یه سوالی داشت، یعنی مونده بودم چه جوابی بعد به این سوال داد. نوشته بود که ترکی بود دیگه، نوشته بود که دوست دارید مردم که میان خونتون چی بگن راجع به خونتون. بابا چی بگم آخه؟ منم زدم بگم واو. هیچی دیگه هم بزنم درسته دیگه. کلی خندیدی ماما شبا. توی کلاس ترکی این هفته داشتیم به همون درس داد که مثلا چطوری از عبارت هوشلنیورون استفاده کنیم. خیلی مثل فارسیه که از فلان چیز خوشم میاد. الان خواستم بگم در کوکو یاپ مکتن هوشلنیورون. مشتبه پاستا یاپ مکتن هوشلنیورون، اما کوکو یاپ مکتن هوشلنیورون. آره پاستا. این محله که میخوایم بریم ببینیم این هفته تو بخش اروپایی استانبوله و خیلی مثلا نزدیک به بیبک و ساریان و ایناست و از این نظر خب خیلی داخل شهر رو به همه جا دسترسی داره. ولی دلم مونده تو اون آشپزخونه ها. قبلا هم داده دیسی جایی بگیم؟ نه به اندازه اون، اونو خیلی دلم موند، خیلی خوشگل بود، فقط جای بیرونش بد بود. چه بویی بلند شد از غذا. خفن، خیلی خفن درست میکنند از سبا پاستا شد. الان بوی کوکوی منم بلند میشه، بعد مشتاق میگه بوی کوکو بلند شد. حالا بریم بقیه مواد رو اضافه کنیم. الان آردم میخوام بهش بزنم، نمکم بزنم. بچه ها الان که دارم این ویدیو رو واسه تون میگیرم، یه هفته مونده تا عید و دو سه روز دیگه مام باباهای ما میان اینجا و خب دیگه فکر کنم روند کاریمون خیلی کند بشه، چون که ما کار خودمون رو داریم و خونمون آفیسمون هست. در واقع یه مقداری شرایط کاریمون همیشه متفاوته و غیر قابل درک برای بقیه،
چون معمولاً آدما خب میرن توی یه اداره ای کار میکنن، بعد که میان خونه دیگه کار معنی نداره، دیگه خونه مال جای دیگه است، میدونین جای کارهای دیگه است. منتها ما که خب کارمون توی خونمونه، همیشه در واقع ویکندی نداریم، همیشه داریم کار میکنیم، حتی تعطیلاتمون هم داریم کار میکنیم. خلاصه مهمون که بیاد یه مقدار این روند کند میشه ناخودآگاه. خیلی وقتا توی اینستاگرام از من میپرسید بچه اینجا میخوام زرش کم بهش اضافه کنم، گردو هم میتونید اضافه کنید، منتها من چون جوش میزنم اگه گردو بخورم گردو رو نمیزنم. توی اینستاگرام بعض وقتا آدم ها ازم میپرسن که مثلا دوری از خانواده ها چطوری تحمل میکنی، و ما فرهنگمون یه شکلیه که نمیشه خیلی روک و راست جواب داد. بچه ها من متاسفم واقعا که فرهنگمون اینطوریه، دوست داشتم یه جوری دیگه میبود. مثلا یه جوریه که اگه بگی که نه من زیاد دلتنگ نمیشم یا برام اوکیه یا مثلا زیاد وابسته نیستم، خیلی از آدما اون حرفتو به یه عنوان دیگه ای برداشت میکنن، مثلا فکر میکنن تو بی محبتی نسبت به خانوادت، در صورتی که من حالا محبت رو توی این قضیه نمیبینم که آدم از وابستگی مثلا بخواد خودشو اذیت کنه یا داغون بشه. ولی خب خلاصه ما اینطوری، ما هر دومون، هم من هم مشتبه، زیاد آدم های خانوادگی نیستیم و برامون اوکی هست، یعنی دوریه رو میتونیم تحمل کنیم. خیلی وقتا مثلا ما هم دوست داریم که مثلا کاش ما هم بابا همون بودن الان میرفتیم خونهشون مهمونی. منتها مثل خیلی از آدم های دیگه که خیلی ممکنه وابستگی داشته باشن، ما وابستگی اون شکلی نداریم و معمولا هم از تنهایی خودمون لذت میبریم. حالا این خودش نکته خوبیه توی مهاجرت و زندگی کردن توی یک کشور دیگه، یک کمی کار رو آسون تر میکنه. یعنی کسی که خیلی وابسته است، من درک میکنم که میتونه یه سری شرایط براش واقعا سخت باشه. خب بچه من یه تخم مرغ دیگه هم بهش اضافه کردم چون حس کردم که نیاز داره، موادش با هم حرف زد، گفت یه تخم مرغ دیگه من بده. خب دیگه اینجا الان میخوام روغن بریزم، یکمی روغن زیتون میریزم و آماده کنم که میخوام کوکو رو بذارم توی فر این بار. نمیدونم گفتم اینو توی ویدیو یا نه، یادم نیست. میخوام این دفعه بذارم توی فر ببینم چجوری میشه، از اول بذارم توی فر. اگه خوشمزه بشه که خب خیلی خوشحال میشم، چون که آسونه بذاریش توی فر. آره بچه خلاصش هم بهتون میگفتم که نمیدونم، من این شخصیت عجیب غریب رو دارم که همیشه همینطوری بودم واقعا، که از تنهاییم لذت میبردم و زیاد هم نمیتونم بودن در جمع رو به مدت طولانی تحمل کنم. یعنی حتی جمعی که خیلی دوستش دارم هم بیشتر از یکی دو ساعت واقعا اذیت میشم. یعنی ترجیح میدم زودتر برگردم به اون تنهایی خودم. حالا به عنوان یه چیزی که مثلا خیلی بهش میبالم نمیگم، به نظرم چیز خوب و بدی نیست، یه شخصیت دیگه، یه ویژگی شخصیتیه. و واقعا تنها کسی که از بودن 24 ساعته کنارش اذیت نمیشم مشتبه. نمیدونم چرا اینطوریه، ولی مشتبه جز اون آدمایه که من خیلی بیمارگونه بهش وابستم. بچه من اینجا نشستم جلوی فر تا غذام آماده بشه، فقط کامیل اون دور ببینید، در دورنما داره نگاه میکنه که اما داره تشویقی میخوره. پاستای مشتبهم آماده شد، میره که شامشو بخوره. من منتظرم، یعنی نگاه عاشقانه‌ای به فر میندازم اینجا، که حتی زیادم عاشقانه نیست نگاهم، که بدو دیگه گشنمه. بچه من واقعا شرمندم که از محصول کوکو باستون فیلم نگرفتم، انقدر گشنم بود، دیدید که چه نگاه عاشقونه ای انداخته بودم به فر که اصلا یادم رفت. و رفتم خلاصه خوردمش، خیلی خوشمزه شده بود، واقعا خوشمزه شده بود و خوشم اومد از کوکوی توی فر. منتها مشتبه گفت خیلی شورش کردی، این نمکش زیاد بوده، یکمی مشتبه تست کرد، ولی خب من خیلی دوستش داشتم. دیگه خونه جمع و جور شده، آماده مهمونه و الان ساعت 11:37 شبه.
دیگه خونه به این حال در اومده، یعنی حتی من فرش رو تمیز کردم که جز اتفاقهای نادره و باید بهش اشاره بشه. این میزم از توی اتاق آوردیم اینجا که مهمونا میان بعدن اونجا بشینیم غذا و اینا بخوریم، و صندلی کار مشتبه هم مهاجرت کرد به اتاق خوابمون که خب همونجا بتونه پرایوسی داشته باشه برای اون ساعتی که نیاز داره به اون پرایوسی، همین که بتونه اینجا هم جمع جور تر بشه دیگه، تو شلوغی نشینه مشتبه موقع کار و بازی و هر کاری که داشت. خلاصه این هم امروز خریدم، نمیدونم که اینو سریالشو دیدید یا نه، یه سریال ایتالیاییه به نام My Brilliant Friend، دوست نابغه من، و انقدر فوق‌العاده است، انقدر خوش ساخته. بعد امروز فهمیدم که 4 جلد کتاب داره. میدونستم که از روی داستان النا فرانته اگه اشتباه نخونمش ساخته شده، منتها نمیدونستم 4 جلده. حالا من جلد اولشو خریدم که نمیخوام چون اسپویل شه، میخوام با همون مووی جلو برم. شروع کردم خوندن. این ترجمه انگلیسیه و خیلی تجربه جالبی بود برام. بچه ها من این تیکه ویدیو که گرفته بودم ویدیو خراب شده بود، مجبور شدم دوباره بیام وسطتون بگیرم. خلاصه رنگ لاک هم تغییر کرده، فکر نکنید الان وسط ویدیو رفتم رنگ لاک تغییر دادم. آره اینقدر شیک و پیک نیستم. داشتم براتون تو اون ویدیو میخواستم بگم که این خیلی عجیبه واقعا، خیلی رمان قویه و خیلی فیلم قوی ازش ساخته شده. این سریال فوق‌العاده است، مخصوصا اگر ایتالیایی بفهمید، چون اصلا با زبون خودشون یه شاعرانگی خاصی داره که اصلا تو انگلیسی در نمیاد به نظر من. من حتی وقتی دارم اینو میخونم همش جمله های انگلیسیش و فارسی برای خودم تو ذهنم ترجمه میکنم، چون به نظرم فارسی یه مقدار شاعرانه تر از انگلیسی، و دوست داشتم واقعا ایتالیایی میفهمیدم چون اصلا انقدر زیباست وقتی صحبت میکنن آدم کیف میکنه. خلاصه اگه ندیدید حتما ببینید، این جزو سریالاییه که پشیمون نمیشید از دیدنش.